انسام بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست هست تورین ایتالیا با ما همراهی میکنند. خانم بهرامی، با توجه به اینکه میدونیم در واقع نسل یوز پلنگ آسیایی، یوز آسیایی در حال انقراض هست، مدیریت سازمان محیط زیست رو در این مورد درباره حفظ این گونه چطور میبینید؟ ببینید، از فروردین 99 که این دو یوز منتقل شدن به توران برای اینکه در واقع در اسارت، در وضعیت کنترل شده بتونن زادآوری بکنن، هیچ گزارشی منتشر نشد از جزئیات پروژه، که مسئول پروژه است، چطور تامین اعتبار شده، سابقه یا این فعالیت که برمیگرده به گروه حامیان محیط زیست، میراث در واقع میراث طبیعی ایران که فعالینش در زندان هستن، گزارش‌های فعالیت اونها به عنوان سابقه این کار و همکاریشون با WWF منتشر نشد و در واقع نتیجه عمل و شفافیتی در موردش وجود نداشت، نه در مورد نتیجه عمل که تولد این ستوله بود و نه در پروسه‌ای که پیگیری میشد برای انتقال اونها. سازمان محیط زیست هم در مجموع میتونیم بگیم که مشکلات بسیار جدی وجود داره و اولویتی که میتونست داشته باشه برای مسئله پروژه‌های از این دست در واقع اینه که شما زیستگاه اون حیوانات رو محافظت بکنید. در مثال یوز پلنگ، خب توران یکی از یا شاید بزرگترین ذخیره‌گاه زیستکره باشه در ایران، ذخیره‌گاه حیات وحش، و شما می‌دونید که مثلا در دل اون مجوز معدنکاری داده میشه، استخراج معدن داده میشه، یا اینکه چیزی نزدیک 70% مرگ و میر یوز پلنگایی که در ایران بودن در منطقه بافق و در رنجیر به خاطر تصادفات جاده‌ای بوده. حتی قبل از این موضوع شما مواردی داشتین در بابل، اگر اشتباه نکنم، که تیراندازی کرده بودن و کشته بودن یک یوز پلنگی که فرار کرده بود، مشخص نبود از کجا آمده. به این ترتیب شما می‌بینید که از دهه 80 تا الان 100 قلاده به حدود 12 قلاده رسیدن، بدون اینکه این پروژه یا حفاظت از اونها کار ریشه‌ای و زمانداری شده باشه. من فکر می‌کنم که بیشتر پروژه‌های این شکلی یه در واقع رفتار سیاسی دنبالش هست و یک همون مدیریت بسیجواری که دقیقه 90 و بدون حضور هیچ کارشناس و متخصص، بدون شفافیت سازی و بدون کمک گرفتن از دانش و تکنولوژی روزی که در جهان وجود داره که تجربه شده، شما یه پروژه رو کلید میزنید صرف اینکه کاری انجام داده باشین، و بعد همین امروز هم شما ببینید دوباره میگن که نه، خب این ماده است، میشه دوباره اینو بارور بکنیم، و عملا همون راه خطا رو دوباره میخوان تکرار بکنن. آن برنامه اشاره کردید به نگاه سیاسی که وجود داره در حوزه سازمان، در حوزه محیط زیست در ایران. سازمان محیط زیست در سیاست‌های کلان حکومت در ایران، به خصوص در حوزه نگهداری جانوران در حال انقراض، چه جایگاهی داره به باور شما؟ چقدر تصمیم گیرنده است؟ ببینید، در واقع تنوع زیستی که صحبت میکنیم، یه بخشش حیات وحش و جانورانیه که ما اغلب میشناسیم، مثل همین یوز پلنگ ایرانی، فوک خزری، مثل در واقع یا میشمر پرنده که بزرگ جاست است، ولی ما بخش زیادی از این در واقع تنوع زیستیمون رو در ایران داریم از دست میدیم. از پوشش گیاهی رو شامل میشه تا حتی قارزیان و آبزیان، و بخش زیادی از این در واقع برمیگرده به اینکه شما یه برنامه‌ریزی درازمدتی برای حفظ اونها داشته باشید و ارزش اونها رو برای نسل آینده و برای در واقع به عنوان سرمایه ملی بشناسید. اما همونجوری که شما در گزارشتون اشاره کردید، نگاهی که وجود داره تبدیل اونها به ارز، تبدیل این منابع طبیعی به پوله، و به خاطر همین پروژه‌ای مثل معدنکاوی، مثل صنایع در دل این زیستگاه‌ها مجوز داده میشه. بخشش هم برمیگرده به مدیریت دولت. 99% در واقع مناطق حفاظت شده ایران مدیریتش با دولته. برای همین شما مثلا در مورد مثل میانکاله، مثل آشوراده، مثل خاییز که مشکلات جدی پیدا کردن، چه از آتش سوزی گرفته، چه از دخل و تصرف میراث فرهنگی گرفته، شما از دولت باید به دولت شکایت بکنین. در واقع متولی همه اینها دولت، کسی که در واقع پیمانکار و مجری و همه چیز، و به این ترتیب خب شما میبینید که با مدیریت‌های موازی همه چیز رو به هم میزنن و قدرت نظارت کنترلی هم وجود نداره. حتی در مورد همین پروژه‌ای مثل یوز پلنگ، پروژه‌ای که ارزش جهانی داره و نگاه دنیا به این هست که به هر حال این امکان هست یا امکانش میشه، حداقل به عنوان بانک ژنتیک از این به این پروژه نگاه کرد یا نه، شما میبینید که اطلاع رسانی اینقدر قطع شکانیه که حتی رسانه‌های داخل ایران هم نمیدونن که چی داره میگذره. به این ترتیب خب ما آمار ضعیفی داریم و دقیق نمیدونیم که چه وضعیتی داره در مورد زیستگاه‌ها. مسئول همه اینها هم نمیتونیم بگیم مشخصا سازمان محیط زیست، برای اینکه سازمان لاغر و کمجانه. در تمام این پروژه از وزارت صنعت و معدن گرفته تا وزارت نفت تا حتی مثلا سازمانه مثل
امور اوقاف مداخله دارند از بین بردن زیستگاه‌های حیات وحش ایران. سپاسگزارم از توضیحات شما اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست که از تورین ایتالیا با ما همراهی می‌کردید.